مشخصات دختر خوب و مناسب برای ازدواج از دید پسران صدای ما رو از رادیو عشق میشنوید در جامعه امروز تصمیم اصلی و نهایی ازدواج به عهده خود فرد هست از این رو انتخاب دختر مناسب برای ازدواج یکی از مهمترین تصمیم های هر پسری در زندگیه که میتونه بر ابعاد فردی و اجتماعی زندگی در آینده تأثیر گذار باشه انتخاب صحیح و منطقی میتونه به رفع نیازهای روحی، روانی و اجتماعی فرد کمک بکنه. یکی از سوالهای اصلی پسران معیارهای مؤثر در انتخاب همسر و اولویت بندی معیارهاست. تا بتونند دختری ایدئال و خوب رو به عنوان همسفر زندگی خودشون پیدا کنند. با صرف زمان، دقت کافی، دوری از تله های عاطفی، شناخت معیارها و کمک گرفتن از افراد با تجربه، میتونیم با اطمینان کافی فرد مناسبی رو برای تعهد طولانی مدت انتخاب کنیم. مشخصات دختر مناسب برای ازدواج. ضروریه که پیش از ایجاد وابستگی و رابطه عاطفی موضوعاتی مانند مشابهت در ارزشها، اعتقادات، طرز فکر، اهداف و برنامه زندگی، طرز برخورد با مشکلات زندگی و مسائل زندگی، رفتار دختر با دوستان و آشنایان و پایبندی به خانواده مورد بررسی قرار بگیره. در بعضی از مواقع که آقایون در انتخابشون برای ازدواج دچار شک و تردید میشند و نمیتونند با اطمینان کامل تشخیص بدند که دختری که انتخاب کردند براشون مناسب هست یا نه نیاز به راهنمایی یک فرد آگاه دارند. ویژگی های یک دختر خوب برای ازدواج باهوش بودن دختر هنگامی که در جستجوی شریک آینده زندگی خودتون هستید حتما دختری رو انتخاب کنید که باهوش باشه وضعیت مطلوب اونه که دختر از شما هم باهوشتر باشه دانشمندان در همین نکته با ما موافق هستند و معتقدند یک زن باهوش میتونه از فراموشی و زوال عقل شما در دوران پیری جلوگیری بکنه فرض بر این هستش که یک همسر باهوش همواره ذهن شما رو به چالش میکشه به این ترتیب ذهنتون همواره پویا و فعال باقی میمونه و توانایی های ذهنیتون حفظ میشه صادق بودن دختر انسان جای است و همگی ما تصمیمات اشتباهی در زندگیمون میگیریم که بعد از اون پشیمون میشیم. با این اصاف داشتن فردی که بتونه دوباره به زندگیمون سر و سامون بده و ما رو به راه راست برگردونه و اشتباهاتمون رو گوش زد بکنه بسیار مهم و حیاتیه. مطالعات نشون دادند مردانی که قصد ازدواج و تشکیل زندگی دارند در جستجوی همسری صادق هستند. اگر دختری رو پیدا کردید که با شما صادق و رو راست بود، به هیچ وجه اون رو از دست ندید. مثبتاندیش بودن آیا دختر مورد نظرتون از اون دست افرادی هست که همیشه نیمه پر لیوان رو میبینه؟ آیا حتی گاهی اوقات اون رو برای اینکه بیش از حد خوشبین و ساده لوهه سرزنش میکنید؟ اگر اینطوره خوشحال باشید که زن رؤیاهاتون رو پیدا کردید. به قضیه اینطور نگاه بکنید. افراد بدبین و منفی باف زندگیتون رو مسموم می کند و در دراز مدت برای سلامتیتون مزر هستند. چون ما پس از مدتی بدبینی ها و افکار منفی افرادی که بیشترین وقتمون رو با اونها میگذرونیم جذب خودمون میکنیم. اهل سازش و مصالحه بودن. زندگی همواره شیرین نیست و مطمئنا شما و همسرتون اختلاف نظرهایی با هم خواهید داشت. اختلاف نظر و جر و بحث کردن کاملا عادی و حتی اجتناب ناپذیره. اما رابطه زناشویی تنها در صورتی دوام خواهد داشت که هر دو نفر برای رسیدن به توافق تلاش کنند. همونطور که رابطه تون تغییر میکنه آیا نباید به خودتون بگید که من نسبت به این زندگی تعهد دارم و در حال حاضر مشکلاتی به وجود اومده و باید راهی برای نجات دادن اون پیدا کنم. بعضی چیزها رو فدای حفظ رابطن بکنم و هر کاری رو که لازمه برای دوام زندگیمون انجام بدم. کارشناسان معتقدند که افرادی که برای حفظ زندگیشون تلاش می کنند و حاضر به فداکاری هستند ازدواجی شاد و پایدار خواهند داشت خندیدن به شوخی هاتون شکی نیست که ما همواره میخوایم افرادی کنارمون باشند که به شوخی بخندند مردان بیشتر از زنان به همسری نیاز دارند که با مزه و شوخ بودن آنها رو تأیید کنه اگر دختری رو میشناسید که پا به پای شما با شوخی هاتون میخنده و لبخند میزنه اون رو از دست ندید. خوشقلب بودن دختر داشتن همسری که در جمع می درخشه و بدون خجالت اظهار نظر میکنه زندگی رو آسونتر میکنه. زنان خوشقلب و مهربانی که صادقانه صحبت میکنند جذابیت بسیاری دارند. این ویژگی اونقدر تأثیر گذاره که حتی شکل ظاهری رو نیز تحت شعا قرار میده و مردم افراد مهربون رو زیباتر می بینند. دختری که از اهداف شما حمایت میکنه و در عین حال از تلاش کردن برای رسیدن به اهداف خودش دست بر نمی داره. همراهی زن قوی و با اراده که به شما وابسته نیست به شما انگیزه میده. لازم نیست که دائما نگران همسرتون باشید و همسر مستقلتون نیز نیازی به تأیید مداوم شما نداره. افراد ضعیف غالبا اهداف خودشون رو فراموش می کنند اما زنان قوی نه تنها برای اهداف همسرشون اولویت قائل می شند، بلکه در راه رسیدن به اونها به همسرشون کمک نیز می کنند. رمز موفقیت داشتن اهداف شخصی و اهداف مشترکی است که با هم برای رسیدن به اونها تلاش خواهید کرد. ارتباط خوب با والدین اگر میخواید بدونید که همسرتون سی سال بعد چه شکلی میشه کافیه به والدین ایشون نگاه کنید اگر میخواید بدونید که همسرتون در طول سی سال آینده چه رفتاری با شما خواهد داشت به رفتار ایشون با والدینش دقت بکنید ارتباط مشخصی بین رابطه با والدین در دوران نوجوانی و زندگی زناشویی در آینده وجود داره. البته منظورمون این نیست که رابطه همسرتون با والدینش باید بینقص باشه. اما لازم بدونید که نوع رابطه با والدین تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تکرار این رفتار مثبت یا منفی در رابطه زناشویی خواهد داشت. تنها روش برای بهبود روابط اینه که از این رفتارها آگاهی داشته باشین. مهربان بودن دختر مطالعات علمی نشون داده که مهربانی و بخشندگی نکته کلیدی برای داشتن رابطه شاد و پایداره. افراد مهربان در محیط جامعه به دنبال چیزهایی هستند که بتونند بابت اونها شکرگزار باشند. اشخاص مهربان فرهنگ احترام و قدردانی رو آگاهانه در جامعه پرورش میدند. دختر در دعواها آرامش خود را حفظ میکنه و شما رو نیز آروم میکنه. دعوا و جر و بحث جزء اجتناب ناپذیری از زندگیه. اختلاف نظر نداشتن رو نباید نشونه ای از یک رابطه پایدار تصور کنید. نکته مهم اینه که بدونید چطور باید این ناسازگاری ها رو حل کنید و چطور بعد از یک بحث آتشین دوباره با هم آشتی کنید. پایدارترین رابطه زمانی به دست میاد که همسرتون بتونه خودش رو هنگام جر رو بحث آروم کنه و این آرامش رو نیز به شما انتقال بده. اما اگر موقعیت برعکس بشه یعنی مرد بتونه اول خودش رو آروم بکنه چنین نتیجه مثبتی به دست نمیاد. داشتن یک زندگی شخصی و مستقل داشتن حریم خصوصی و یک زندگی شخصی بسیار بیشتر از یک زندگی جنسی پرشور برای حفظ رابطتون مهمه زمانی که فردی دوستان و علایق شخصی خاص خودش رو داره و برای تعیین موقعیت و تعریف خودش در جامعه به همسر یا زندگی زناشوییش متکی نیست زندگی شادتر و پرهیجانتر میشه. پذیرش خطاها و اشتباهات در بسیاری از روابط یکی از طرفین دائما در حال انتقاد از طرف دیگری است و اونو به خاطر لباس زشت، لطیفه های بیمزه، عادت آزار دهنده با سر و صدا غذا خوردن و هزار ایراد بزرگ و کوچیک سرزنش میکنه. اگر زنی رو پیدا کردید که شما رو به همین شکلی که هستید دوست داره و پذیرفته واقعا انسان خوششانسی هستید. کینه توز نبودن دختر شما اگر دختری رو پیدا کردید که توانایی بخشش دیگران رو داره مطمئن باشید که مدتها کنارتون باقی خواهد موند افرادی که دیگران رو بی قید و شرط می بخشند، زندگی طولانی تر و شادتری رو دارند اما نکته مهمتر اینه که بخشش بنیان یک زندگی سالم رو تشکیل میده. هیچکس کامل نیست و شما هم عیبهای خاص خودتون رو دارید. مطمئنا در آینده سهوان کارهای خواهید کرد که همسرتون رو ناراحت و آزرده خواهد کرد. در این شرایط اون باید بتونه شما رو ببخشه تا زندگیتون ادامه پیدا کنه. باید از دید شما جذاب باشه. منظورمون فقط زیبایی صورت نیست. آیا واقعا شیفته و مجذوب او شدید؟ آیا او مانند آهن رو با شما رو به سمت خودش میکشه؟ عاشق شوخ طبعی شگفتانگیزش هستید و چال گونه هاش قلبتون رو به لرزه در میاره؟ البته قرار نیست که او شهر باشه اما باید زیبایی صورت و سیرتش نظرتون را اونقدر به خودش جلب کنه که بخواید تا پایان عمر با ایشون بمونید. در یک کلام صداقت و بخشش و سازشگری از اصول اساسی برای ازدواج هستند. ازدواج با دختری باهوش و مثبتنگر و شوختب که شما را با عیب هاتون پذیرفته به شما کمک میکنه تا با همکاری همدیگه مشکلات زندگی رو به راحتی پشت سر بگذارید. هفت نشانه یک همسر غیر قابل تحمل اگر این نشانه ها رو در دختری دیدید اونها رو نادیده نگیرید چون بعیده که دختری با این ویژگی ها بتونه همسر مناسبی براتون باشه. شکایت کردن از همه چیز قرقرو بودن زن خصلتیه که مرد رو از خونه فراری میده. زنی که از همه چیز شکایت داره همیشه بد اخلاق و غمگینه و هیچ چیز اونو راضی نمیکنه. چنین زنی بیشترین توقع رو از همسرش داره اما در مقابل خودش کمترین تلاش رو برای جلب رضایت همسرش انجام میده هر چقدر هم که یک زن خوب باشه کافی اهل گله گذاری و ناله و شکایت باشه تا زندگی با ایشون سخت و سختتر بشه دمدمی مزاج بودن یک زن دمدمی مزاج بودن زندگی رو سخت میکنه. راضی نگه داشتن زنان دمدمی مزاج بسیار کار دشواریه. چنین زنی یک لحظه شاد و سرخوشه و لحظه دیگه در دریای غم و اندوه فرو میره. چنین همسری حتی اگر همه کارها رو هم درست انجام بدید ممکنه باز هم شاد و خوشبخت نباشه. نداشتن توانایی مدیریت هر مردی عاشق زنیه که بتونه به خوبی امور خونه و زندگی رو مدیریت کنه زنی که منابع و ضروریات زندگی رو حتی در فقر و نداری هدر میده و برای مسائل بی اهمیت اولویت قائل میشه مطمئنا نمیتونه همسر خوبی برای شما باشه حامی نبودن یک زن حمایتگر بودن یکی از وجوه تمایز میان همسران خوب و بده همسر خوب در فراز و نشیبهای زندگی پشتیبان شریک زندگیشه اما همسر بد شریک زندگیش رو تنها میذاره ازدواج کردن با دختری که در زندگی از شما حمایت نخواهد کرد دست کمی از فاجعه نداره در یک کلام اگر با دختری که اهل شکایت و دارای تغییر خلقیه ازدواج کنید نمیتونید اونو راضی نگه دارید و هیچ وقت نمیتونید باعث شادیش بشید به خاطر اینکه اون همیشه از همه چیز ناراضیه و در هر لحظه احساس متفاوتی داره همچنین دختری که مثل یک مدیرامل سختگیر عمل میکنه و سعی داره همه چیز رو تحت کنترل خودش قرار بده آرامش رو از خونه شما بیرون